میزان مصرف برنج اهالی اندونزی بیش از دیگر نقاط دنیا است. در حالی که قیمت برنج افزایش پیدا می کند، نگرانی ها در مورد کمبود آن نیز بیشتر می شود. شهردار شهر دیپوک با اعلام یک روز بدون برنج سعی در منصرف کردن اهالی از مصرف برنج دارد. از طرف دیگر دانشمندان این کشور نوعی برنج از گیاهان محلی ساختند. این برنج مزه برنج معمولی را دارد. حتی در روز بدون برنج هم می توانم آن را مصرف کنم. وقتی این برنج را می خورم احساس نمی کنم چیزی کم است. این برنج مصنوعی از ترکیب کربوهیدرات های طبیعی مانند ذرت، کاساف، سیب زمینی هندی و ساگو درست شده است. برای ترکیب مواد از دستگاه ویژه غله استفاده می شود. ترکیبات تحت فشار قرار گرفته و پخته و دست آخر مانند دانه شکل داده می شوند. مانند رشته ها این محصول نیز نیمه پخته است. نام برنج مصنوعی را برنج سفارشی گذاشته ایم، چون این نوع برنج را با احتیاجات ویژه ساخته ایم. برای مثال اگر بخواهیم برنج برای افراد فقیری پخش کنیم که کمبود پروتئین، آهن و ویتامین آ دارند، می توانیم برنج مصنوعی را طوری تنظیم کنیم که حداکثر این مواد مغذی را در خود داشته باشد. این متخصص تغذیه بر اهمیت محصول خوب و بازاریابی زیرکانه تاکید می کند. اگر دانشمندان بتوانند نوعی برنج بسازند که ساختار، ارزش‌های غذایی و سادگی پخت برنج معمولی را دارد، فکر می‌کنم از برنج مصنوعی استقبال خواهد شد. در حال حاضر برنج مصنوعی گران‌تر از برنج طبیعی است، ولی مسئولان اندونزی باید گزینه‌هایی برای برنج طبیعی پیشنهاد کنند.